شامدید به اخبار شیعه در افق پانوراما. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک در کشور ایران از ثبت 111 تصادف در سفرهای نوروزی خبر داد و گفت تا کنون 125 تن در تصادفات سفرهای نوروزی جان خود را از دست دادند. گفتنیست سفرهای نوروزی در مقایسه با سال قبل 12% افزایش داشته است و همچنین بیشترین خروج خودرو از استانهای تهران و البرز با 250,000 خودرو بوده است. روزهای پایانی ماه شعبان مصادف است با سالگرد ارتحال آیت الله العظما سید میرزا مهدی شیرازی. معظم الله در سال 1304 قمری در شهر مقدس کربلا متولد شد و در 28 شعبان 1380 قمری در همان شهر درگذشت. آن مرجع بزرگ در نهضت‌های اجتماعی و سیاسی انقلاب معروف 1920 در عراق، نهضت آیت الله العظما قومی رحمت الله علیه، صدور فتوا بر ضد کمونیست‌ها و روشن نمودن اولین شعله‌های مبارزه علیه کفر و ضلالت با برگزاری جشن جهانی سالیانه به مناسبت میلاد امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام فعالان شرکت داشتند. نیروهای امنیتی پاکستان دو تروریست مرتبط با انفجار انتحاری 10 بهمن ماه در یکی از مساجد شهر پیشاور این کشور را بازداشت کردند. در انفجار انتحاری که روز 10 بهمن ماه امسال در یکی از مساجد متعلق به نیروهای پلیس پاکستان در شهر پیشاور رخ داد، 100 نفر کشته و بیش از 250 نفر دیگر زخمی شده بودند. گفتنیست یکی از زیر شاخه های گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این انفجار انتحاری را بر عهده گرفته بود. چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان طی بیانیه‌ای عنوان کردند تا زمانی که پیشروی به سوی راه حل سیاسی وجود نداشته باشد، به عادی‌سازی روابط با نظام بشار اسد نپرداخته و تحریم‌ها برداشته نخواهد شد. این چهار کشور غربی در بیانیه خود مدعی شدند نظام بشار اسد جنایت‌های فجیع علیه ملت خود مرتکب می‌شود و به تروریست‌ها اجازه می‌دهد تا امنیت منطقه را تهدید کنند. شایان ذکر است این بیانیه در حالی منتشر شده است که منابع محلی در حومه ادلب از نشستی میان افسران اطلاعاتی انگلیس و رهبران گروه تندروی سنی جبهه النصره خبر دادند که طی آن 3 شبه نظامی خارجی به افسران انگلیس تحویل داده شدند. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده از مقام‌های دولت ترکیه به خاطر بازداشت احمد ریحاوی، روزنامه‌نگار سوریه‌ای در این کشور انتقاد کرد. این سازمان با صدور بیانیه رسمی که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید، همچنین خواستار آزادی فوری و عذرخواهی رسمی از این روزنامه‌نگار شد. این بیانیه افزود بازداشت ریحاوی رفتاری کاملا غیرقانونی است و رفتار نژادپرستانه به شمار می‌رود. با این کار آزادی بیان هم پایمال شده و سیاست‌های امنیتی دولت ترکیه در تعامل با روزنامه‌نگاران را نشان می‌دهد. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده همچنین در این بیانیه آورده رفتار دولت ترکیه با ریحاوی نشان دهنده استبداد دیکتاتورانه دولت ترکیه است که از سیاست سرکوب و نژادپرستی نشأت می‌گیرد. آژانس غذایی سازمان ملل به دلیل کمبود بودجه کمک‌هایش را به نصف کاهش داد. این آژانس پیشتر اعلام کرده بود افغانستان در معرض بالاترین خطر قحطی در یک ربع قرن قرار دارد. در اعلامیه آژانس غذایی سازمان ملل آمده است از آگوست 2022 از هر 10 خانواده شهروند افغانستان 9 خانواده قادر به تهیه غذای کافی نیستند که بالاترین میزان در جهان است. در این اعلامیه همچنین آمده است نزدیک به 20 میلیون شهروند افغانستانی نمی‌دانند که وعده غذایی بعدیشان از کجا خواهد آمد و 6 میلیون نفر از آنها فقط یک قدم با قحطی فاصله دارند. برنامه جهانی غذا در حالی از کاهش کمک‌ها به افغانستان خبر می‌دهد که شهروندان افغانستان آسیب پذیر زمستان سختی را پشت سر گذراندند.
بانک غذای اسلامی در شهر سوری در کانادا پاسخگوی نیاز هزاران نفر از نیازمندان در این شهر است و برای ماه مبارک رمضان به دلیل افزایش درخواست‌ها برای توزیع رایگان مواد غذایی آماده می‌شود. با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، مسئولان بانک غذای اسلام در شهر سوری پیش بینی می‌کنند که درخواست برای مواد غذایی افزایش یابد و تعداد نیازمندان در روز نسبت به سال گذشته بیشتر شود. تعدادی از داوطلبان مسلمان در شهر دیترویت، بزرگترین شهر ایالت میشیگان آمریکا، اخیراً بیش از 1000 بسته غذای رایگان به نفع نیازمندان تهیه و بسته‌بندی کردند که بخشی از تدارکات مسلمانان برای انجام امور خیریه در ماه آینده است. مسجد سلطان ایوب استانبول به مناسبت ماه مبارک رمضان طبق سنت هر ساله با بنرهای نوری المحیا تزیین شد، سنتی که 450 سال قدمت دارد. خبرگزاری شیعه به نقل از آناتولی، مسجد ایوب سلطان در استانبول ترکیه به منظور آماده سازی برای ماه مبارک رمضان در این کشور با ریسه‌های نوری و پلاکارد‌های نوری موسوم به المحیا تزیین شدند. المحیا پلاکارد‌های نوری معلق است که در ماه مبارک رمضان بین تعدادی از گلدسته‌های مساجد بزرگ در ترکیه آویزان می‌شود که عبارت‌های دینی بر روی آن درج شده است. این عبارت‌های دینی در طول ماه مبارک رمضان تغییر می‌کند. شهر بیورتون در ایالت اورگن آمریکا برای نخستین بار ماه مارس را به عنوان ماه قدردانی از میراث مسلمانان نامگذاری کرده و با برگزاری مراسم مختلف این مناسبت را جشن می‌گیرد. شهر بیورتون در ایالت اورگن ماه مارس 2023 را به عنوان ماه قدردانی از میراث مسلمانان آمریکایی اعلام کرده است تا از خدمات آنها قدردانی کند و به آنها احساس ارزشمند بودن بدهد. ماه میراث مسلمانان که در ماه مارس خواهد بود، امسال مصادف با ماه عظیم رمضان است که مسلمانان به مدت 30 روز روزه می‌گیرند. همچنین در سال 2021 شهر فولرتون لس آنجلس آگوست را به عنوان ماه قدردانی از مسلمانان آمریکایی به رسمیت شناخت. اوهایو نیز از سال 1987 روزی را با عنوان روز اسلامی اوهایو در دومین شنبه ماه اکتبر جشن می‌گیرد. تشکر از همراهی شما با خبر پانوراما. خدا نگهدار.